سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز برنامه گفتگوی ویژه نب اعدام. تو این برنامه قصد داریم آخرین وضعیت نگار حائری و آتنا دائمی رو بررسی کنیم و تو همین زمینه میخوایم گفتگویی رو داشته باشیم با شیوا گنجی. سلام شیوا جان، به برنامه نب اعدام خوش آمدید. به عنوان اولین سوال میخواستم بپرسم که آتنا دائمی الان تو کدوم زندان هست و تحت چه شرایطی نگهداری میشه؟ آتنا در حال حاضر در بند نسوان زنان زندان اوینه و مانند دیگر زندانیان زن در شرایط نامناسبی داره دوران محکومیت خودش رو میگذرونه. بله درست. میشه توضیح بدید که به چه اتهامی دستگیر شده و حکمی که براش صادر کردن چند سال هست؟ بله، آتنا در تاریخ 29 مهر ماه 1393 توسط ماموران لباس شخصی در منزل پدریش در تهران بازداشت شد و به بند 2 الف سپاه اوین منتقل شد. بعد از تحمل نزدیک به 4 ماه در بند انفرادی و تحت سخت‌ترین بازجویی ها در تاریخ 24 بهمن 93 به بند عمومی زندان زنان به بند زنان نسوان زندان اوین منتقل شد. در تاریخ 23 اسفند 93 در شعبه 28 به ریاست قاضی مقیسه دادگاهی شد و در تاریخ 22 اردیبهشت ماه 94 متاسفانه به 14 سال زندان محکوم شد. اتهاماتی که در پرونده آتنا وجود داره عبارتند از اجتماع و تبانی بر ضد نظام، برای تجمع کوبانی و تجمعاتی برای اعدام مانند تجمع اعتراضی برای اعدام ریحانه جواری و دیگر بچه‌هایی که متاسفانه اعدام شدند، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و مقدسات به دلیل گوش دادن به آهنگ‌های شاهین نجفی، مخالفت با حجاب اجباری، مخالفت با اعدام و اختفای ادله جرم برای رهایی متهم علی نوری عنوان شده. که من میخوام اینجا یه توضیح کوتاهی بدم دقیقا در مورد علی نوری. گفته شده که شهادت شخصی به نام علی نوری که از دوستان خود آتنا بود و در فعالیت‌هایی که آتنا و دیگر دوستان انجام میدادن علی نوری هم حضور داشته، اومده بر علیه آتنا شهادت داده و متاسفانه شهادتش توسط ضابطین قضایی پذیرفته شده و در این باره ذکر شده که اولا علی نوری خودش یکی از متهمین همین پرونده بوده. دوما از ابتدای بازداشتش خانواده علی نوری گواهی پزشکی رو مبنی بر روانی بودن فرزندشون به دادگاه ارائه دادن. این گواهی پزشکی هم دقیقا به این دلیل ارائه شده برای اینکه از صدور حکم و زندان علی جلوگیری بشه و همچنین بر علیه آتنا شروع به گفتن دروغ و شهادت هایی که واقعیت نداشته گفته شده. علی نوری تنها فردی بازداشتی که در حال حاضر با سند آزاده و دادگاهی نشده. بله درسته. توی خبرها اومده بود که محکومیت آتنا دائمی به خاطر اعمال سلیقه شخصی بازجو بوده. میشه یه مقدار این مسئله رو باز کنی و توضیح بدی که نقش بازجو این وسط چیه؟ مگه بازجو میتونه حکم صادر کنه؟ اوکی. درسته. در دوران بازجوی آتنا مامور بازجوش از آتنا میخواد که پسورد و آیدی فیسبوک یکی از دوستانی آتنا که ایشون هم در حال حاضر در بازداشت هستن، میخواد که آتنا آیدی و پسورد رو بهش بده که آتنا ابراز بی اطلاعی میکنه، حتی تا حدی آتنا رو تحت فشار قرار میده که آتنا قسم میخوره و میگه آیدی و پسورد یه چیز شخصیه، من نمیتونم در اختیار داشته باشم. و بعد از این ماجرا خانواده آتنا معتقدن که بازجو با آتنا لج کرده و طبق سلیقه بازجو برای آتنا حکم صادر شده، در صورتی که پیشتر همین مامور بازجوش درخواست کرده بود از آقای مقیسه که آتنا رو به زندان قرچک بفرستن که قاضی مقیسه هم آتنا رو تهدید به انتقال به زندان قرچک تهدید کرد که بعد از خواهش و تمنای خانواده و به این خاطر که هنوز حکمی برای آتنا در نظر گرفته نشده مجددا به زندان اوین
منتقل شد. این تهدیدم دقیقا در دادگاهی بود که 24 بهمن ما ببخشید 23 اسفند ما دادگاهی شد. این تهدیدم همون روز انجام شد توسط قاضی مقایسه. بله درسته. شیوا جان میشه توضیح بدی که از نگار حائری چه خبر؟ الان تو چه وضعیتی هست؟ کجا نگهداری میشه؟ اوکی، متاسفانه نگار حائری روز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه توسط تلفن احضار میشه به دادسرای اوین و بعد از اینکه خودش مراجعه میکنه به دادسرای اوین بدون هیچ حکمی و بدون هیچ توضیحی بازداشت میشه که اونجا به مادرش میگن به خاطر یه سری پاره توضیحات بازداشت میشه و به زندان اوین بند نسوان منتقل میشه. اما دیروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه متاسفانه نگار رو به بند 209 انفرادی اوین منتقل کردن و از دیروز هیچ خبری از نگار نیست. نگار کسی که 8 ماه در زندان قرچک بود و در تاریخ 6 اسفند 93 با وثیقه 2 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده. تا این لحظه متاسفانه بعد انفرادی هیچ خبری ازش در دسترس نیست. به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم که تا حالا توی این مدت اعتراضی به حکمای آتنا و نگار از طرف وکیلشون یا نهادهای حقوق بشری شده؟ نگار که نه، چون نه تفهیم اتهام شده نه اصلا مشخص به چه دلیلی مجددا بازداشت شده. فقط خانم حائری دنبال کار پروندهشه ولی جواب به خصوصی تا حالا به مادرش داده نشده. ولی آتنا بعد از اینکه حکمو بهش گفتن، البته حکمی به صورت نوشتاری نه در اختیار وکیل و نه در اختیار خانواده و نه در اختیار خود آتنا قرار نگرفته، بلکه در دادگاه به وکیل حکمو نشون دادن و وکیل خودش یادداشت کرده اتهامات آتنا رو. رسما هیچ حکمی داده نشده. بعد از این خانواده و وکیل آتنا به حکم اعتراض کردن و درخواست دادن که پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده بشه. همچنین پیج رسمی رو راه اندازی کردیم برای آتنا، اسم آتنا دائمی رو آزاد کنید که در حال حاضر فعالیتش رو شروع کرده و از اینجا من از تمام فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، سیاسی، فعالین حقوق کودک و فعالین حقوق زن درخواست میکنم که از آتنا و از پیج آتنا حمایت کنند. متاسفانه در دادگاه هیچ اجازه‌ای برای دفاع از آتنا بهش داده نشده و همچنین اجازه ندادن که وکیل آتنا از موکلش دفاع کنه. همچنین اینو من باید واضح و روشن بگم که در روز دادگاهی آتنا نماینده دادستان در دادگاه حضور نداشته و تا لحظه ای که حکمی رو برگه امضا رو از آتنا گرفتن، آتنا بازم انکار کرده و تمام اتهاماتش رو رد کرده و نپذیرفته. همچنین بعد از ابلاغ حکم متاسفانه خانواده آتنا خیلی تحت فشار قرار گرفتن و اکیدن گفتن که خبر موضوع دخترشون خبری نشه، از هر گونه مصاحبه پرهیز کنن. من یه نکته دیگه که اینجا جا داره ازش یاد کنم و بگم، رنجنامه مادر آتناست که شنوندگان و بینندگان عزیز میتونن در پیج آتنا این رنجنامه مادرش رو که از زبان خود مادرش هست دنبال کنن. هر یک شنبه ملاقات آتناست که متاسفانه یک شنبه گذشته به خانواده اجازه ملاقات حضوری ندادن و حتی کتاب ها و یک سری وسایل شخصی رو که برای آتنا برده بودن اجازه ندادن بهش بگن و گفته بودن از مقامات بالا دستور اومده که اجازه ملاقات حضوری بهش داده نشه. بله، مرسی از شما شیوا گنجی که دعوت منو پذیرفتی و به این برنامه اومدی و مرسی بابت توضیحاتت. ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتی. خسته نباشی. سلامت باشی. بینندگان عزیز، در اینجا برنامه ما به پایان میرسه و من به همراه همکارم محمود پاکتر روزای خوبی رو براتون آرزو میکنیم.